من برای شما نشان می دهم که چگونه کسر را به اشاری تبدیل کنیم و اگر وقت داشتیم شاید تبدیل نمیدن اشاری را به کسر نیز بخوانیم. خب بیایید با این مثال شروع کنیم این خیلی ساده است بیایید با کسر یک دو شروع کنیم و می خواهم که آن را به اشاری تبدیل کنم پس روشی را که می خواهم برایتان بیان کنم همیشه کاربرد خواهد داشت و کار را که می کنیم این هست که مخرج کسر را تقسیم صورت کسر می کنیم. خب بیایید ببینیم که چگونه این کار رو بکنیم پس ما مخرج کسر را که دوازده است میگیریم و میخواهیم که آن را تقسیم صورت کسر بکنیم یعنی تقسیم یک و حالا می بگویید که چگونه امکان دارد که یک را تقسیم دو بکنیم خب اگر شما تقسیم نمودن اشاره را باید داشته باشید میتوانیم که اینجا اشاری را بگذاریم و بعد صفر را اضافه کنیم ولی باید که اینجا یک کمی دقت کنیم را اینجا گذاشتیم آیا یک قابل تقسیم است بر دو؟ نه خیر. ولی ده قابل تقسیم است بر دو یعنی ده تقسیم بر دو مساوی به پنج. پنج زر در, در دو مساوی است به ده. و باقیمانده مانده مساوی به صفر. کار ما تمام شد. پس یک بر دو مساوی به صفر اشاری پنج. بیایید یک مثال مشکل تر را کار کنیم. خب یک بر سه را به شکل اشاری دریافت کنید حالا بار دیگر ما مخرج کسر را تقسیم صورت کسر می کنیم می خواهیم که اینجا صفر را اضافه کنیم یک قابل تقسیم است بر سه نه خیر سه زر در سه مساوی است به نو. حالا تفریق می کنیم یک را به دست آوردیم و صفر را نیز پایین می کنیم 10 تقسیم بر سه می شود سه خب علامه اشاره اینجا هست سه ضرب در سه مساویست به آیا روش را رو که کار کردیم متوجه شدید حالا هرچی تقسیم کنیم باز همین را به دست می آوریم. و این مسلسل است صفر سه مسلسل این همین طور تا محدود ادامه دارد و این رو می توانیم که به شکل عدد نامحدود نشان بدهیم یعنی سه های نامعلوم همین طوری می توانیم فقط صفر را بنویسیم می که صفر اشاره سه, سه بنویسیم این به شکل تکرار است و همینطور ادامه خواهد داشت. آیا گفته می که صفر اشاری تکراری؟ اگر بیشتر ببینیم شاید که باز اشتباه کنیم. ولی در عموم خطی که در قسمت اشاری نوشته می شود به این منظور است که این عدد تا به نهایت ادامه دارد. پس یک برسی به صفر اشاره سه, 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 سه و همینطور ادامه دارد. راه دیگری نوشتن آن صفر اشاری ادامه دار است. مثال دیگر را کار میکنیم. شاید که یک کمی مشکل تر باشد. ولی باز هم به همین روش کار میکنیم. بگذارید یک عدد جنجالی را بگیریم. بگذارید که کسر نمرتب را بگیریم. کسر هفته بر نو. این خیلی دلچسپ است صورت کسر بزرگتر است از مخرج کسر خب بیایید این را حل کنیم پس ما هفته را تقسیم نه میکنیم خب بیایید بعد از این اشاری صفر بگذاریم هفته تقسیم بر نه می شود یک یک زرد در نه مساوی است به نو. هفته منفی نو می شود هشت صفر را پایین می آوریم هشتاد بر 9 قابل تقسیم است خب ما می که 9 ضرب در 9 مساوی است به 81 پس ما هشت را می گیریم چون 9 ضرب 9 زیادتر از 80 می شود 8 ضرب در 9 می شود هفتاد و دو. صفر دیگر را نیز پایین می آوریم فکر می کنم که باز شکل تکراری تقسیم را داریم هشتاد تقسیم بر 9 می شود 8 هشت در می شود هفتاد و دو. و معلوم دار است که این تا به نهایت همینطور ادامه دارد. و ما همینطور هشت ها را به دست خواهیم آورد. پس داریم که 17 تقسیم بر نو با به یک اشاره هشت هشت و می دانیم که صفر اشاره هشت هشت به شکل تکرار داریم. و یا اگر می خواهیم آن را دوران بدهیم می توانیم بگوییم که این مساویست با یک اشاره زمانی که دوران بدهیم داریم که یک اشاره هشت نو. باید هم میتوانیم توانیم که از خانه ها دوران بدهیم؟ من را تا خانه ها دوران می ولی این جواب دقیق است. هفته بر نو مسویست به یک اشاریه هشت نو. خب اگر بخواهیم که آن را به شکل عدد ترکیبی بنویسیم باید چگونه این کار را انجام بدهیم؟ خب راستش این را جداگانه انجام بدهیم. فعلا نمیخوام که دوچار مشکل شوید. بید مثال دیگر را نزنجام بدهیم. خب سوال هفته بر 93 است. اگر آن را به شکل اشاره داشته باشیم مساوی به چند خواهد شد؟ خب باز همان روش اولی را کار می گیریم. 93 زرد در این یک خط خیلی بزرگ می باشد. و باید داشته باشید همیشه ما صورت کسر را تقسیم مخرج کسر می کنیم اکثر اوقات این کار ما را مشکل می سازد و خاطر که ما معمولا عدد بزرگ را تقسیم عدد کوچک می کنیم پس 17 تقسیم 93 شده نمی تواند اینجا اشاری را داریم حالا 170 تقسیم بر 93 170 تقسیم بر 93 یک مرتبه می شود یک ضرب در 93 مساوی است با 93 170 منفی 93 مساوی است با 77 صفر را پایین می آوریم 770 قابل تقسیم است بر 93 حالا می بینیم اینها را تقسیم میکنیم. فکر می کنم که 8 ضرب در 3 مساوی است به 24 8 ضرب در 9 مساوی است به 27 جمع 2 می شود 74 ده و شش این مساوی است به 26 حالا صفر دیگر را پایین می آوریم دو زر درس مسایاست به 6 این هفتاد و ۴ است صفر همین طور ادامه می دهیم حالا علامه اشاره رو پیدا میکنیم میتوانیم این را سره انجام بدهیم ولی اگر تخمینی آن را تقسیم کنیم داریم که 17 تقسیم بر 93 میشود 0 مرتبه و یا 7 بر 93 مساوی است به با... 0 اشاره 1 8 2 و حالا میتوانیم که اشاره را ادامه بدهیم به هر اندازه ای که خواسته باشیم و اگر همین سوال را در امتحانات بیاورند در همین مرحله باید سوال را توقف بدهیم حالا می توانیم که این را دوران بدهیم تا خانه صدها و یا هم هزارها پس بیایید که این را از شکل اشاری به فکر می کنم که این را راحت تر انجام بدهیم شما خواسته شود تا صفر اشاری از صفر سه پنج شکل کسر نوشته بکنید این مشابه هست با خب می توانیم که آن را صفر سه پنج بنویسیم این مشابه هست با سی و پنج بر هزار حالا حتما می گویید که من چگونه این کار را انجام دادم به خاطر که ما به طرف سه رفتیم این خانه ده ها است ده ها نه چندین تا ده این ستایی ای است پس خانه اشاره را حرکت دادیم این سی و پنج تا ستایی هست اگر اشاره می بود اگر این صفر اشاره صفر سه صفر می بود برای انجام این کار دو داریم خب ما سه را به دست خواهیم آورد ما به طرف خانه ستایی رفتیم پس مسایه می شود به سی بر هزار. یا می توانستیم بگوییم که صفر اشاره صفر سه صفر مشابه هست با صفر اشاره صفر سه. به خاطر صفر اینجا در قیمت عدد هیچ تاثیری ندارد. اگر ما صفر اشاره صفر سه رو داشته باشیم فقط می توانیم که تا خانه ایستد تا پیش برویم. پس این مشابه می شود به سه بر حالا از شما می پرسم آیا هر این اینها با هم مساوی هستند؟ بله اگر ما هر دوی این را هم صورت و هم مخرج کس را تقسیم ده بکنیم پس سه بر صد را به دست می آوریم با سوال بر می گردیم. آیا این تمام شد؟ آیا سی و بر هزار؟ منظورم این هست 35 بر هزار ولی اگر بخوایم که این رو بیشتر ساده بکنیم باید که مخرج و صورت کسر را تقسیم 5 می کردیم و حالا شکل ساده شده آن را به دست آوردیم که مساوی است به 7 بر 200 و اگر بخوایم که 7 بر 200 را به شکل اعشاری را کنیم باید که مثل قبل هفت را تقسیم 200 بکنیم و با تقسیم نمودن باید که صفر اشاری 5 را به دست بیاوریم خوشبختانه که حالا شما تصویر کلی دارید که چگونه باید یک سوال کسری را به اشاری تبدیل کنیم و یا هم برعکس آن را اگر شما این را تمرین کنید و من هم سعی میکنم که روش های دیگر را برای شما ثبت کنم